سلام و درود به همه دوستان عزیز. خوش آمدید به Learn with باران. من باران هستم و این چه 53 جلسه با کتاب استانبول سطح آبیر. اگه تازه به جمع ما پیوستید، همین الان با لینکی که در بالای صفحه قرار داره میتونید از اولین جلسه این کتاب با من همراه باشید. همینطور دوستانی که سطح آبی رو به پایان رسوندن، بهشون پیشنهاد میکنم که از لینکی که بالای صفحه قرار داره و از طریق همین کانال آموزش خودشون رو با کتاب استانبول سطح آیکی ادامه بدن. در این کانال هر شنبه با جلسه جدید از کتاب استانبول سطح آبیر و هر پنجشنبه جلسه جدید از کتاب استانبول سطح آیکی میتونید آموزش خودتون رو ادامه بدید. اینجا لازمه که به شما یادآوری کنم که این مجموعه آموزشی با تلاش و زحمت زیادی فقط برای راحتی و کمک به شما دوستان عزیز تهیه شده. تنها کاری که در این مسیر لازمه که انجام بدید این هست که این کانال رو سابسکرایب و مشترک شید، زنگوله کنار اشتراک رو روشن کنید تا همیشه جزو اولین کسانی باشید که به ویدیوهای من دسترسی داره. اگه همه این ویدیوها رو تا این جلسه دیدید و یا حتی اگه تازه به جمع ما پیوستید، لطفاً ویدیوها رو لایک کنید و با لایک کردنتون درجه علاقمندی خودتون رو به این مجموعه نشون بدید. اینجوری من تشویق میشم و ویدیوهای بهتر و بیشتری رو در این کانال قرار خواهم داد. پس تنها کاری که میکنید برای کمک و پشتیبانی از من سابسکرایب، مشترک و لایک کردن ویدیوها است. سوال، پیشنهاد و نظری اگه دارید با من به اشتراک بذارید. این کانال رو به دوستاتون معرفی کنید و ادامه درس رو با من همراه باشید. اونیته، آلته، نرده و درس امروزمون راجع به آدرس دادنه. چجوری میتونیم آدرس بدیم؟ خب برای اینکه آدرس بخوایم بدیم با چند تا کلمه باید آشنا شید. اولیش آرا. آرا به چه معنایه؟ بین. آرا به معنای بین هست. ایچ و دیش. ایچ و دیش. ایچ داخل، دیش بیرون. ایچ دیش. اوست و آلت. این به معنای زد هست. زدش اوست، آلت. خب اگه بخوایم فرض کنیم این یک میز هست، اوست یعنی روی اون و اینجا آلت یعنی زیر. رو، اوست، زیر. زیاد شنیدین اوستونده، آلتینده. در روی، در زیره. خب بعدی یان. یان به معنای طرف. اگه این میزمون باشه، اینها این طرف، اون طرف. یان همینطور داریم کارشی. کارشی مقابل، روبرو. اینجا روبروش. حالا شاید تصویر خیلی مناسب نباشه، ولی کارشه به معنای روبرو. همینطور داریم آرکا و اون.
آرکا به معنای پشت هست، اون روبرو جلو. اون اگه اینجا جلوش باشه اینجا آرکاست، پشته. کنار، کنار در فارسی هم میگیم همون کنارش، اطرافش. به اینجا ها میگن کنار. آشای یوکاره، آشای و زدش یوکاره. آشای پایین، یوکاره بالا، پایین بالا. ایلری گری، ایلری به معنای همون راهی که داری میری ادامه دادن، مستقیم. گری به معنای عقب، برگشت. ببینید ایلری یعنی ادامه دادن مستقیم، گری به معنای برگشت. سول سا، چپ راست. سول سا. خب داریم یونله رو میگیم. حالا میپردازیم به شمال، کوزی، کوزی جنوب، گونی، کوزی گونی شرق، دو و غرب باته. کوزی گونی دو باته، کوزی گونی دو باته. همینطور چیا رو داریم؟ شمال شرقی کوزی دو، گونی دو، گونی باته و کوزی باته. پس کوزی گونی دو باته، کوزی دو، کوزی باته، گونی دو، گونی باته. این هم جهت های شمال، جنوب، شرق، غرب. برای تکمیل چند تا کلمه دیگه هم اضافه کنیم. برای سربالایی از چی استفاده می کنیم؟
سربالایی رو اصلا میگن بخوام حالا اینجوری بکشم که شما متوجه شدین سربالایی، سربالایی رو میگن یوکوش. وقتی که یوکوش میگن میخوایم بگیم سربالایی رو برو بالا، یوکاره. و آشائه سرازیری هست، سربالایی رو میگیم یوکاره، آشائه سرازیری هست. خب همینطور در مورد یه خونه اگه بخوام بگم، اینجا تاوان، سقف و همینطور کف خونه رو تابان. پس تاوان، تابان، سقف، کف، همینطور پشت بام رو چاته، چاته. یک بار دیگه مرور میکنم: آرا، ایچ، دیش، اوست، آلت، یان، کارشه، آرکا، اون، کنار، آشا، یوکاره، ایلره، گریه، اینا هم زد هستن، سول، سا، کوزه، گونه، دو، باته، کوزه دو، گونه دو، گونه باته، کوزه باته، یوکوش سربالایی، یوکار آشائه، تاوان، تابان، چاته. خب بریم و با درس ادامه بدیم. کارشیداکی، ماساداکی، اونوده، اونونکی، یارینکی، دونکو. افه درسنیز مارکت نرده، کارشیداکی، سوکاکتا، سوکاک کوچه، کارشی روبرو، کوچه روبرو. هنگی درس گلیورسون، یارینکی درس، درس گلیوروم، یارینکی درس گلیوروم، درس فردا رو میام. هازلیک چالشماسه، پارک، بوفه، بوفه بوفه است دیگه، اوکول، بانکا، اوتل، مارکت، آلیشوریش مرکزی، کافه، هاستانه، بیمارستان، کوپرو، پل، نهیر، نهر، کافه، سپور سالونو و اوتوپارک. معنی همه رو میدونیم. حالا ببینیم که به چه صورت با اینها میتونیم یه ذره مسیرها رو یاد بگیریم. هاریتایا باکالیم، آشادکی کلمه‌لری، اویگون بوشلوکلره یلشتیرلیم. خب ببینیم با این کلمه ها جاهای خالی رو با توجه به نقشه باید پر کنیم. آراسیندا، ایچینده، اوستونده، ایچینده داخلش، در داخل، اوستونده روی، یانیندا، کارشیسیندا، آرکاسیندا، کارشیسیندا روبروش، کناریندا کنارش. بوفه، پارکین. ببینیم بوفه شماره چند بود اینجا؟ بوفه شماره دو بود. پارک شماره چند؟ یک. ببینید یک و دو. بوفه، پارکینگ، ایچینده، بله کاملا درسته. بذارید من ایچینده،
پس بوفه داخل پارکه. ایچینده لاله سوکاک اکول ایله کافنین. خب لاله سوکاک کجاست؟ اینجا لاله سوکاک اکول شماره 3 هست، شماره 3 اینجاست. میتونیم بگیم با کافه، کافه کجاست؟ کافه شماره 8، 3 و 8. پس لاله سوکاک، خیابون لاله، میخوایم بگیم بین این دوتاست. بین این دوتا میشه چی؟ آرا. بله، اینجا آرا سندا، آرا سندا. پس لاله بین این دوتا بود، پس آرا سندا نوشتیم. سومی آلیشوریش مرکزی اوتلین. آلیشوریش مرکزی و اوتلین، ببینیم آلیشوریش مرکز شماره 7، 7 اوتل 5. خب این اوتل باشه، این هتل ما باشه، اینجا خیابون، آلیشوریش مرکزی میشه پشتش. بله، پس آرکا سندا در پشتشه. بانکا اوتلین. هتل رو که فهمیدیم شماره 5، بانک کجاست؟ بانک شماره 4، شماره 4. و این دوتا کنار هم، یانینداکی در کنار هم دیگه، یانین دا. خب بعدی هاستانه، هاستانه شماره 9 میبینیم و پارکین، پارک شماره 1، 9 و 1، این دوتا نسبت به هم. کدوم یکی از این کلمات رو میتونیم استفاده کنیم؟ بله، کاش سندا با هم توی دو طرف روبروی همان، کاش سندا. کپرو نهیر. کپرو شماره 10، نهیر شماره 11. 10 و 11 رو اینجا ببینید، اینجا این پله و این نهر، نسبت به هم چه جوریه؟ کپرو، بله، بالای اون نهر استونده. استونده. و کافه نهیر، کافه شماره 12 اینجا میبینید، اینم نهیر آخرین، بله، کنار نهر. پس مینویسیم کناریندا. به این صورت تونستیم موقعیت مکانها رو نسبت به همدیگه بنویسیم. میریم و اوکوما رو با صفحه 87 ادامه میدیم. بنیم محلم. مرحبا بن ملک. براسی بنیم محلم. اینجا محله منه. این بیوک هوبیلریم دن بیری هفته سنلاره محلده وکیل گچرمک.
هوبی تفریح، یکی از بزرگترین تفریحاتم بیری هفته سونلاره آخر هفته ها محلده توی محله وقت گذروندن. اویم اولوس جاده سینده، خونم تو جاده اولوس هست. هر صبح اودن چیکیارم و آتاتورک جاده سینده کی پارکا گیدیارم. چیکماک خارج شدن، گیتمک رفتن. براسی چوک گزل بیر یر، اینجا یه جای خیلی قشنگه. هر یرده آچلار و یورویوش یلری وار، هر جایی درختان و جایی راه رفتن پیاده روی داره. براسی هر صبح چوک کالبالی کلیور، بیر چوک انسان صبحلره برادا سپور یا پیور. کالبالیک شلوغ، اولیور میشه، خیلی زیاد، تعداد زیادی از انسانها اینجا ورزش میکنن. چوجوکلر توپ اوینیور، سالینجاکتا سالانیور. سالینجاک به معنی تاپ هست، سالانیور تاپ میخورن. برادا یا کلاشیک بیر ساعت یورویوش یا پیورم. پس اینجا یا کلاشیک در حدود یک ساعت راه میرم، یورویوش یا پیورم راه رفتن. یورویوشتن سون را پارکین ایچیندن گچیورم و مولانا جاده سیندکی کافده کهوالته یا پیورم. پس بعد از اینکه راه رفتم گچیورم و میره به جاده مولانا و اونجا صبحانه میخوره. کافنین صاحبی علی بی، علی بی اونون کافسی سنلر دیر برادا. سنلر یعنی سالهای زیادیه که اینجاست. محلده باشگاه بیر چوک کافه وار، باشگاه یعنی متفاوت، خیلی کافه‌های زیادی داره. اما اونون کی فرکلی، اما اونی که مال اونه فر متفاوته. برادا کی یمکلر چوک لذتلی و براسی راحت بیر مکان، مکان به معنای جا، یه جای راحت هست. غذاشم خیلی خوشمزه است. انسانلر چوک گلریوزلو، گلریوزلو یعنی خنده رو، چهره با خنده. یوز صورت، گل به معنی خندان، گلریوزلو به معنای خندان. بن برادا گزل بیر کهوالته یابدیکتن سون را اولوس جاده سیندکی آلیشوریش مرکزینه گیدیورم. ببینید داره از یابدیکتن سون را استفاده میکنه. درس گذشته اینها رو کامل یاد گرفتیم. اگه هنوز نمیدونید قطعا لازمه که برگردید درسای گذشته رو یاد بگیرید تا کم کم مطلبی رو که میخونید مطالب گرامری داخل اون هم مسلط باشید. خب بعد از اون میره به برای خرید توی اولسو جاده سی. آلیشوریش مرکزینین ایچینده مازلر و سینمالار وار. پس ایچینده داخل مرکز خرید مغازه ها و سینماهایی هست. بن بوش زمان لرمه برادا گچیری و رو. گچیری و روم یعنی زمانه خالیم رو اینجا میگذرونم. آلیشوریش یا پیوروم و سینمایا گیدیوروم.
آلیشوریش انجام میدم، خرید میکنم و به سینما میرم. بنیم اویمین یاکینیندا بیر نهیر وار. پس نزدیک خونم یه دونه نهر هست. گنلیکله ایشتن چیک تیک تان سون را نهرین کنارندکی کافلره گیدیورم. پس میرم به کافه های کنار نهر، چای ایچیورم و برادکی منظره ایزلیورم و منظره اونجا رو نگاه میکنم. برادا دینلنیورم استراحت میکنم. محلمده هر شیی بولماک ممکن، هر چیزی رو میتونم پیدا کنم. بولماک ممکن. اویمین کارشیسیندا بیر سپور سالونو اونون بیراز ایلریسینده بانکلار آرکا سوکایمدا هاستانه مارکت وار. خب داره میگه که روبروش سالن ورزشی، همینطور یه ذره جلوتر بانک ها و همینطور بیمارستان و مارکت داره. برادا یا شاماک گزل، اینجا زندگی کردن قشنگه. آشاده که جمله لره دوروی سدی یان لیشیسه یه یازالیم. خب ملک محل سیندن ممنون. بله خیلی هم ممنون بود دورو. آتاتور جاده سیندکی کافنین یانیندا نهیر وار. این اشتباهه. مولانا جاده سیندکی کافنین صاحبی علی بی. بله درست بود. مغازه‌لر مولانا جاده سینده، مغازه ها تو جاده مولانا بود. خیر کجا بودن؟ توی اسلو بودن. سپور سالونو ملکین اوینه یاکین، کاملا درسته، دقیقا روبروش بود. ملک علی بین کافسینه بینیور. بله خیلی هم خوشش می اومد و فکر می کرد از بهترین کافه ها هست. یا سیز سیزین محله نیز نسل آن لطالیم. خب نظر شما چیه راجع به محله خودتون؟ یک متن رو به همین صورت شما هم بنویسید. چیزهایی که هست رو میتونید با استفاده از کلماتی که امروز یاد گرفتید، آرکاسیندا، کارشیسیندا، یانیندا، به این صورت میتونید متن رو بنویسید و وضعیت موقعیت خونه خودتون رو توضیح بدید که به چه صورته. حتما دوستان عزیزم تمام این مطالب رو قدم به قدم باید جلو برید. درس ها رو نباید که درس قبلی رو گوش نداده به درس بعدی مراجعه کنید و هر درس رو به اندازه کافی تکرار کنید تا خوب مسلط شید نسبت اون درس. انجام دادن تمرین نوشتن مطلب به شما خیلی کمک خواهد کرد. اینجا حتما راجع به این موضوع کپی برداری میتونید بکنید، حتی کلمات این متن رو میتونید بنویسید و متن مخصوص خودتون رو داشته باشید. بعد اون متن رو با صدای بلند بخونید. وقتی که بخونید میتونید اشتباهات خودتون رو اصلاح کنید.
درس آخر کتاب استانبول سطح آبیر هستید، اینجا دیگه لازمه که شما حتما بتونید ایرادات خودتون رو رفع کنید. پس بنویسید و با صدای بلند بخونید، غلطگیری کنید از خودتون. بریم و صفحه 41 کتاب تمرینمون رو با هم ببینیم. هازلیک چالشماسی اولکنیزین کمشولره هنگی اولکلردیر. همسایه های کشورتون کدوم کشوران؟ اولکنیزده کت شهیر وار. توی کشورتون چند تا شهر هست؟ سیز هنگی شهیرده یا شیور سنوز. اولکنیزده کی این مشهور شهیر نرسی. خب این هم سوال های خوبی هستن که میتونن کمک کنن در نوشتن اون یازمایی که بهتون گفتم. با جواب این سوال ها هم میتونید جمله هایی رو کنار هم قرار بدید و یک متنی رو بنویسید. و اما میخوام راجع به ماه های ترکی بهتون بگم. اولین ماه اوجاک هست، همون ژانویه، ده دیما تا ده بهمن ماه خودمون به تقویم خودمون. پس اوجاک، شبات و مارت، ژانویه، فوریه و مارس ماهایی هستن که بهشون میگیم چه فصلیه؟ کش، زمستان. پس با زمستان شروع میشه ماهاشون، اوجاک، شبات، مارت. ماهای بعدیشون نیسان، مائیس و حاضران. نیسان، مائیس، حاضران. چه فصلیه؟ ایلک بهار، همون بهار خودمون، ایلک بهار. پس نیسان، مائیس، حاضران. ماهای بعدشون تموز، آوستوس و ایلول. که یاز هست، تابستان. تموز، آوستوس و ایلول. و همینطور اکیم، کاسیم، آرالیک که بهش سوم بهار میگن. سون بهار، پاییز. ماهای ترکی دقیقا مثل ماهای میلادی هست، تاریخشون شروع و پایان ماه به همون صورت هست. اگه تقویم میلادی هم داشته باشید دقیقا مثل همون تقویمه، فقط اسم ماها متفاوت تره. اسم ماها اوجاک، شبات، مارت، همون دی، بهمن و اسفند خودمون، نیسان، مائیس، حاضران، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تموز، آوستوس، ایلول، تیر، مرداد، شهریور، ایلول شهریور هست،
اکیم کاسم آرالک که مهر آبان آذر خودمون هست. به این صورت کش زمستان، ایلک بهار، بهار، یاز، تابستان، سون بهار به معنی پاییز هست. دوستان عزیزم، به انتهای درس امروز میرسیم. خوشحالم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. فراموش نکنید که برای کمک و پشتیبانی از من تنها کاری که باید انجام بدید این هست که این کانال رو سابسکرایب و مشترک شید، زنگوله کنار اشتراک رو روشن کنید تا همیشه جزو اولین کسانی باشید که به ویدیوهای من دسترسی دارن. اگه این مجموعه رو دوست دارید ویدیوها رو لایک کنید و با لایک کردنتون درجه علاقمندی خودتون رو به من نشون بدید. همینطور در این کانال میتونید کتاب استانبول سطح آبیر هر شنبه ساعت 9 صبح با جلسه جدید، کتاب استانبول سطح آیکی هر پنجشنبه ساعت 9 صبح با جلسه جدید رو دنبال کنید. در این کانال به آموزش زبان انگلیسی هم الان دسترسی دارید و در آینده ویدیوهای آموزشی بیشتری در این کانال قرار خواهد گرفت. پس این کانال رو دنبال کنید و با آموزش‌های بعدی من هم همراه باشید. تا جلسه آینده، روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. گروش می‌گذاره، می‌بینمتون. خداحافظ. و دو کانال آبونه.